با درود خدمت دوستان گرامی، کماکان در جلوی مکتب دکتر نشستم و دارم همینطور برنامه رو ضبط میکنم که وقتم تلف نشده باشه. هنوز نیم ساعت مونده تا برم نوبتم بشه که ببینیم شونه ما برنامهش چیه. به توصیه که دوستان خیلی خوب گفته بود که مطالب خیلی جدی و پرمحتوای مدیریتی و علمی میخوای بذاری، عینک بزن، بیشتر ملت تحویلت میگیرن، تا یعنی عینک ذره‌بینی تا اینکه عینک آفتابی. راجع به خلبانی و این چیزا می‌خوای صحبت کنی، عینک خلبانی بزن. حالا ما نصیحتشون رو گوش کردیم، الان یه مطلب جدی را اقتصادی می‌خوام صحبت کنیم، عینک اقتصادی رو به چشم دادم. اگرچه این عینک اقتصادی گرون‌تر از عینک‌های دیگه است. به هر حال صحبت اینه که جی دی پی چیه و جی ان پی چیه. از اون چیزهای خیلی مشکل که هرچی میخونی بازم کمتر میفهمی، ولی به طور خلاصه جی دی پی گروس دومستیک پرادکت، چیزی که در چندین سال چند دهه اخیر داره استفاده میشه، قبلا جی ان پی بود عدد مهم، الان شده جی دی پی. جی دی پی تمام تولیدات، سرویس ها، خدمات، خریدهای مردم، خرید نظامی دولت، سرمایه گذاری، همه اینا رو با هم جمع بزنید میشه جی دی پی. و عددی است در حد تریلیون دلار و مال امریکا 21 تریلیون دلار یه همچیزی. میخواید دو تا اقتصاد دو تا کشور رو با هم مقایسه بکنید، اولا که خب باید با دلار مقایسه کنید، یا حالا هر پولی که هست باید یکی باشه مبنا. دلار رو با ریال نمیشه مقایسه کرد چون دو تا چیز مختلفه، مبناش دو چیز مختلفه. ولی فرض کنید که میخواید اندازه بگیرید که مثلا امریکا بزرگتری یا چین اقتصادشون. یه راهه که معمول همین هم هست اینه که بیا بگی خب تو امریکا کل جنسی که فروخته شده چقدر بوده؟ اینقدر. کل سرویس هایی که ماشین شما سرویس شده، همبرگر فروشی همبرگر فروخته، یه نوع سرویسه، نمیدونم، همه اینا عددا رو دولت مثلا اینقدر میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده، ارتش اینقدر اسلحه خریده از داخلی از داخل، اینا رو همه رو که جمع بکنی یه عددی به دست میاد. خب اگه همین عدد مال کشور دیگه رو جمع بکنی و اون عدد کمتر باشه، نشون میده که این اولیه اقتصاد بزرگتری داشته که تونسته بیشتر جنس بخره، بیشتر سرویس تولید بکنه، بیشتر خرج نظامی بکنه، بیشتر سرمایه گذاری بکنه. پس این اقتصاد بزرگتری از اونی که این کارا رو کمتر کرده. اینجاست که میگیم مقایسه میکنیم مثلا چین یا امریکا کدومشون الان جلوان، داستان سر همین داستان جی دی پیه که کدومشون جی دی پیش بالاتره. وگرنه البته خب خیلی چیزای دیگر هم میشه اندازه گرفت. مثلا فرض کنید اگه دو تا کشور اندازه بگیرید بابت اینکه کدومشون پس انداز بیشتری داره، چین درجا اول میشه. اگه امریکا اصلا پس انداز نداره، تازه بدهکار هم هست و بدهکاریش به کیه؟ به خود چینه. بنابراین اونجوری اندازه بگیریم چین اصلا اوله. ولی با این تولید ناخالص ملی، تولید ببینم دومستیکش میشه داخلی، تولید داخلی ناخالص ملی نه ملیشو که حذف کنید، ملی ماره جی ام پیه، تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص ملی. فرق این دوتا چیه؟ وقتی که دومستیک یا جی دی پی رو میگیرید، هر آنچه که در مثلا امریکا تولید شده، علی‌رغم اینکه سیتیزن امریکا تولیدش کرده یا یه خارجی اومده تولیدش کرده، فرق نمی‌کنه، همه رو جمع می‌زنید. ولی کارهای خارج از امریکا رو جمع نمی‌زنید. اگه سرمایه گذاری شده به طرف امریکا در یه کشور دیگه، در یه جای دیگه، اونو جمع نمی‌کنید. در جی ان پی آنچه که امریکایی‌ها در هر جای دنیا سرمایه گذاری کرده باشن جمع می‌کنید، ولی مال غیر امریکایی‌ها رو جمع نمی‌کنید. گفتم قبلا معیارها جی ان پی بوده، این روزا دیگه اینجا امریکا جی دی پی رو اندازه می‌گیرن. میگه آقا اون در داخل مرز امریکا، حالا هر کی امریکایی بوده، روسی بوده، چینی بوده، چیزی تولید کرده، سرویسی داره درست کرده، اینا همه رو جمع می‌زنیم، اونو مقایسه می‌کنیم. دیگه کشورهای دیگه رفتن و چی مال کجا بوده مقایسه نمی‌کنیم. البته برای من سوال باقی می‌مونه که خب مثلا اپل که در چین تولید میکنه، ولی چنم اکثر محصولش یا نصف بیشتر محصول تو امریکا میفروشه، همه رو تو حساب یک کدوم از اینا میذارن؟ یا به نظرم میاد که تو جی دی پی
اونی که در امریکا فروخته میشه حساب میشه، در جی ان پی کلش حساب میشه چون که مال یه امریکاییه و حالا هر جای دنیا تولید شده باشه. به هر حال این داستان برای مقایسه اقتصاد در حالتهای مختلف هست. با درود خدمت دوستان گرامی، این قسمت برنامه از این قسمت دیگه هم هست. این قسمت راجع به قیافه، رابطه قیافه آدم ها و طرز کارشون یا کاری که انجام میدن بود. توی این رژیم اگه دقت کرده باشید اصلا انتخاب آدم های بیریخت جز اصل مطلبه، یعنی از مدیر عامل، مدیر کل، نمیدونم معاون وزیر، وزیر، همه باید بیریخت باشن. یعنی یکی از شرایط، حالا اسم عربی باید داشته باشن بیشتر مواقع به جای خود، قیافشون هم باید حتما بیریخت باشه. اینا جز شرایط استخدام. حالا دیگه چیزای دیگه راجع به اینکه حتما انگلیسی هم بلد نباشن، حتما بی‌شعور هم باشن، اونا هم خب جز شرایط دیگه ایست که دیگه داره اجرا میشه دیگه. در زمان شاه این وزیر وزرا رو من فکر کنم یارو انتخاب قیافه انتخاب میاد که قیافاشون در سطح بین‌المللی قابل عرضه باشه، یه قیافه خوبی داشته باشن. میگفتن شاه مثلا از خودش آدم قد بلندتر انتخاب نمیکنه، ولی خب بودن کسانی که قدشون از شاه بلندتر بود. جمشید آموزگار نخست وزیر فکر میکنم بلندتر بود و به هر حال یه حتما یه چیزی داشتن رو قیافه که این شخص که داره میره خارج از ایران قیافش نماینده قیافه مردم ایران باشه، با عربا یه فرقی داشته باشه. این انتخاب داشتن. البته متاسفانه خاندان شاه رو اسم عربی حساسیتی مثل من نداشتن. نه تنها رضا شاه اسم بچه‌اش رو عربی هم گذاشت، بلکه خود شاه هم همسرش اسم عربی داشت، هم بچه‌هاش هم اسم عربی داشتن. و این چیز برای من غیر قابل قبوله. من اصلا اسم عربی رو ترجیح میدم که در اطرافم نداشته باشم. ولی به هر حال این قیافه هم یه مسئله شده. دلم می‌خواد از شما نظر بپرسم، ببینم نظر شما چیه. اینه که افراد با قیافه‌های مختلف به دنیا میان، دست خودشون نیست. حالا من اسمشو بذارم طبیعت، شما بذارید پروردگار، یکی دیگه بذاره پیغمبر، امام، اصلا اون یه مسئله دیگه است. ولی اینی که چجوری میشه یه دفعه در یک رژیمی مثل ایران 40 چند سال پیش آدمایی که قیافه‌شون معقول بود و خوب بود همه کاری بودن، همه چند زبون صحبت میکردن، همه آدم حسابی بودن، همه تحصیل کرده بودن، الان کسایی داریم که هم بیریختن، هم تحصیل نکردن، هم تحصیلاتشون قلابیه، هم شعور درستابی ندارن، هم زبون خارجی. یه دونه ظریف ما داشتیم در این 40 سال اخیر بعد از قدساده زبون خارجی مسلط بوده، بقیهشون الکی میگن ما بلدیم، میان الکی جلوی خبرنگارا یه یس و یه تنکیو میگن، اینکه زبون نشد. حتی این آقای روحانی هم که قبلا اسمش فریدون بود، اسمش درست حسابی بود، دفعه از که اسم عربی گذاشت، این در مراسمی که حالا دارن بهش دکترا میدن یا هرچی میدن، من نمیدونم این اصلا بلد نبود حرف بزنه و چجوری اینجا دکترا توی لندن گرفته یا انگلیس گرفته، من نمیدونم. به هر حال این سوال من از خودم و از شما، آیا بین قیافه و مثلا آدم زشت، زشت کار هم هست و آدمی که خوش قیافه باشه حتما آدم خوبی هم هست؟ من آدم خوب خوش قیافه یکی داشتیم همکلاسی که خیلی خوش قیافه بود و بعداً هم با اقسام کارهای حقوق بازی و اینا تو کارش بود. بنابراین اونجوری که حتما دیدم و هست. ولی اینی که الان اکثریت یا بیریختاست و اکثریت هم دوزن، این برای من خیلی جالبه که آیا آدم قیافش بد باشه حتما دوزن میشه، یا فکر میکنه که طبیعت از ما دوزیده، بذار ما از مردم بدوزیم یه جوری جبران کنیم، شاید این دلیلش باشه. یه نفری اخیراً یه جوکی دیدم که طرف میگه بابا اینا با اینا بچه سگ و خوک کن، چه جوری همشون بیریختن. بعد عکس همه آیت الله رو نشون میداد، نام علم الهدا و فلان و فلان، واقعا اینا اصلا موجودات عجیب غریبی هستن. و من دارم خود میبینم نظر دوستان چیه، آیا من دارم اینجوری اینا رو بیریخ میبینم یا شما هم همین میبینید؟ و اصلا قیافه باید مطرح باشه وقتی یه نفر میخواد وزراشو انتخاب بکنه یا نه؟ آیا اینکه آبروی ایران در کشور خارجی هم باید حفظ بشه آیا مسئله مهمی هست یا خیر؟ میریم به قسمت. این قسمت از برنامه راجع به پاچه خاران و بادمجون دور قابچینانه.
اینا عنصرهایی هستند خطرناک در کار مدیریت. امروز طرف پرطرفدارترین فرد طرفدار شما هستند و به معنی که شما برید دشمن شماره یک شما و طرفدار نفر بعدی. مرگ هم نداره. این مثلا نسخه ایست که اینا در سالیان سال همیشه همینطوری اجرا شده. توصیه من به دوستان اینه که از هر گونه، اولا که سعی کنید که کسی پارچه خاری میکنه بکوبیدش، تأخیرش کنید، تهدید به تعویزش بکنید، بذارید در پایین ترین رده های سازمانی و سعی کنید آدمایی رو انتخاب کنید که به شما نه بگن، آدمایی که وقتی اشتباه کردید بیان بیرون دروازه بگن آقا من با شما موافق نیستم، این کاری که اینجا داری میکنی من موافق نیستم. این اگه ما تو ایران یاد بگیریم که زیر دست ها با بالا دستی ها بتونن مخالفت کنن و بالا دستی ها انقدر درست حسابی باشن که بتونن تحمل کنن، وضع ما خیلی خوب میشه. وگرنه هر نوع دموکراسی با افراد این چنینی که میخوان فقط پاچه خاری بکنن، فقط میخوان یه بله قربان چش قربان بگن بعد همینا رو برن به نفر بعد بگن، هیچ وقت رژیم درست نخواهد شد. همین کسایی که نگاه میکنید دور و بر یارو آقای علم الهدای مشهدی، ببینید که در بس شاه و اینا قبلا چیا گفته. البته اینا همه امیدوارن که همه مردم زودتر بمیرن، اونا که یادشونه که اینا چی کاره بودن، که بتونن ادعا کنن که آقا ما از اول مخالف بودیم، ولی میدونم یه نفر که نبود. اون یکی هم که پدر زن یا پدر داماد خود خامنه ای، اینم تو دفتر شهبانو کار میکرده. ما که میدونیم برای من نوعی که میخواستم یه پرواز سولو انجام بدم 3 ماه باید ساواک بررسی میکرد که ببین آقا من مبادا اون هواپیمای سولو رو بردارم بکوبم به هواپیمای فانتومی که اون زیر پارکه. حالا شما فکر کنید این آقایی که رئیس دفتر یا معاون رئیس دفتر شهبانو بوده، این چه موجودی بوده و چی کار میکرده اونجا تو اون رژیم اونجوری، الان اینجوری. اینا دوباره هم رژیم عوض بشه، اینا با کمال پررویی میان میشن طرفدار اون یکی رژیم و حرف هم نداره. اینا اصلا نژادشون اینجوریه، به هیچ چیز به جز خودشون دلبستگی ندارن، فقط خودشون. کسی بخواد گول بخوره بگه نه این دیگه درست شده و دیگه از این بعد طرفدار این رژیم میمونه حتی اگه این رژیم بره، نه. این الان رژیم عوض بشه، این آقای علم الهدا اولین کسیست که نوحه میخونه و یه دونه برنامه میذاره برای رژیم جدید. این پدرزن یا پدر داماد خامنه ای هم اینم بلافاصله رنگ عوض میکنه و میشه از اون بری. اینا طبیعتشون اینجوریه، اینا مثل این حیوان ها هستن که آفتاب پرسته چیه که تا چیز میشه رنگ عوض میکنن. این جماعت هم اهل رنگ عوض کردن هم. ما سر کار خودم هم مثلا اونایی که روابط عادی باشون داشتیم و با من مخالفت هم میکردن، اینها بعدش هم دوست موندیم و همه چیز خوب بوده. اونایی که اون موقع سعی میکردن که ما هرچی میگیم اینا بگن بله 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 اصلا این عالیه فلانه، اینا بلافاصله رژیم بعدی که اومد دربست شدن نوکر رژیم بعدی و رژیم بعدی هم که بیاد دربست میشن نوکر رژیم بعدی. اینا به هیچ چیزی به جز خودشون و منافع خودشون اعتقاد ندارن. بنابراین سعی کنید هر جا که هستید اینا رو از خودتون دور کنید و اخراج کنید و در پایین‌ترین مشاغل بگذارید. خوب و خوش باشید.